بارز سلام و ادب محصلین عزیز، مجلسه 17 قرار داریم. به ادامه سلایت های گذشته که در ارتباط به وسایل ابزاری که در زراعت برای تعیین نمودن بستر مناسب برای کشت استفاده میشه، که در مجموع وسایل ابزار به دو دسته تقسیم میشد، یک وسایل ابزار محلی که دهقانان به صورت محلی و دسترس دارن و وسایل ابزار ماشینری و میکانیزه هست که به دنبال تراکتورها از آنها کشیده میشه، وسایل سبک و وسایل سنگینی هست که از آنها به مقصد تهیه بستر مناسب برای بذر نباتات استفاده میشه. و 6 ابزار ما در جلسات گذشته خوندین و 7 ابزار به نام هارو هاست یا وسایلی هم که برای آماده نمودن بستر بذر استفاده میشه، که معمولا جهت خود نمودن و نرم کردن خاک استفاده میشه. زمانی که بستر کاملا به مراحل نهایی و مراحل دومی میرسه، از این وسایل برای هموار کردن، برای نرم کردن و برای جمع نمودن خار و خاشاک سطحی سطح زمین استفاده میشه و همچنین زیر خاک نمودن تخم که یک مقدار کمی از خاک بر روی آنها قرار میده و از بین بردن گیاه حرص و جمع نمودن آنها. و همچنین هاروها هم انواع مختلف داره که به نام دسک هارو، که این وسیله به نام دسک هارو هست، و همچنین توت هارو که به شکل دندانه‌ای و شکل پخلکش هست که کاربرد بهترتر و کاربرد وسیع‌تر و همچنین مفید و محسن در طی مراحل آخری بستر بذر هست. 8 وسیله که برای طی زمین استفاده میشه رولر هست، رولر یا همون وسیله های سنگی چرخیشی هست که خاکر بستر سطح خاکر هموار می سازه، بستر خاکر کاملا نرم می سازه و زمین تقریبا ماله می کنه و هم سطح می سازه. و این مرحله مرحله نهایی هست و همچنین در جهت مراحل برداشت هم این وسیله کمک میکنه که خاکر کاملا هموار میسازه و مسطح میسازه. و به خاطر میده کردن کلوخ ها، میده کردن الف های هرز و کار و کلشی که در قسمت های سطحی زمین آمده و هموار کردن سطح زمین و همچنین برای عملیات دومی و یا انترتیلیج که سطح زمین را کاملا هموار میسازه مفید هست. و همچنین تخته نمودن خاک به علت یخزدگی از رولر سبک که فاقد دندانه هست که رولر هاست استفاده میشه و همچنین به مقاصد سنگین تر از او، انواع سنگین تر از او در تپک نمودن چمن ها استفاده میشه. زمانی که خود مزارع در زمستان در شرایط سخت یخبندان قرار میگیره، اراضی زمین یخ میزنه، در زمان گرمی یک اندازه خاک از زمین بالا می آید که با بالا آمدن قسمت های سطحی، خاک سطحی، لایه از خاک روی زمین بالا می آید، یک مقدار از نبات هم بالا می سازه و همچنین حتی ریشه هم بیجا می سازه، بالا می آره، از خاک سست می کنه. بنابراین تحتی شرایط نیاز هست که یک مرحله باز از رولرهای سبک استفاده شه که خاکر هموار بسازه، تپک بکنه تا دوباره ریشه نبات به زمین بچسبه و بالاخره به جای اصلی قرار بگیره. نهمین وسیله ماله و وسایل تصدیق کننده هست که
مال هم جهت هموار ساختن سطح زمین به طور کامل بدون از اینکه پستی بلندی در قسمت زمین به قسمت پلات دیده بشه از مال ها استفاده میشه. خصوصا این وسایل بیشتر در سرک سازی و همچنین در عرضی که ما به شکل لایزر لول میخواییم تهیه بکنیم که یک سنتی پس تاوبلا در زمین در تمام قسمت زمین اگر ما 2 جریب، 3 جریب، 5 جریب بر یک پلات میسازیم، یک هکتار یک پلات میسازیم، از وسایل پیشرفته تر جهت لایزر لول از اینها استفاده میشه و کاربرد بیشتر از اینها در سرک سازی و در بخش انجینری استفاده میشه. و مالا و وسایل تستی کننده به علت عملیات زراعتی و کشت از تستی خارج میشه که یک امر معلول هست. زمانی که ما زمین ها را کشت تحت کاشت و داشت و برداشت متواتر قرار میدین و پیوسته از آنها استفاده میکنیم، پستی و بلندی در زمین ایجاد میشه. بنابراین هر چند وقت حتمی هست که از وسایل تستی کننده و ماله استفاده بشه تا سطح عرضی کاملا هموار بسازه. از ماله ها شبیه گریدر که نوعی از ما تستی کننده هست، تستی کننده های اولی مثل بالدوزر، اسکریپر ها و گریدر ها جهت هموار سازی سطوح از آنها استفاده میشه و برای تستی مختصر از ماله یا لیولر پس از قلبه و پایان یافتن سایر عملیات از ماله ها استفاده میشه تا کاملا عرضی هم سطح بشه. دومین وسیله که جهت تهیه بستر مناسب از آنها استفاده میشه وسایل ترکیبی هست. البته این وسایل هست که به عین زمان زمین از مرحله اولیه تا مرحله کشت آن انجام میده. وسایل خیلی سنگین، خیلی مدر و خیلی پیشرفته هست وسایل ترکیبی که به عین زمان تمام عملیات را انجام میده، از حالت زمین ناشخم خورده با حالت یک زمین کش شده در میاره که تمام ابزارهایی که ما تا حال دیدیم به عین زمان از این وسیله در یک زمان در یک حرکت ترکتول از قسمت پایین عرضی به قسمت انتهایان میرسه انجام میده. استفاده زیاد از ماشین‌آلات زمین را سخت میکنه، مصارف را افزایش میده که از حالت مینیمم استفاده از ماشین‌آلات دیگه بیشتر نباید استفاده بشه، زیاد روی در استفاده از ماشین‌آلات نشه. امروزه از وسایل ترکیبی هم که چندین کار و وسایل فوق و ذکر یک جایی انجام میده وجود داره که مختص برای کشورهای خاص هست که تکنولوژی دارن در زراعت های وسیع، در زراعت های میکانیزه و کاملا تکنولوژی که از استفاده میشه که وسایل کاملا دیجیتالی و کاملا کامپیوتری هست که تمام اجسمنت های از این ماشین‌آلات توسط کامپیوتر هایی که در داخل خود تراکتور نصب هست تنظیم میشه و اتومات عملیات به طور منظم بدون از اینکه کدام تخلف کدام تغییراتی در کاشت بیایه و تفاوتی در بین فاصله های کاشت، عمق کاشت، بین ردیف، بین نبات ایجاد بشه یا مقدار کود ایجاد بشه کار خود بدون کدام مشکل انجام میده. ضرورت قوه بیشتری داره، نیاز هست که حتما از ترکتول های قوی استفاده بشه جهت کش کردن از در بین عرضی و ترکتول های سوپر پاور فول باید داشته باشن که از این وسایل استفاده بشه و همچنین ترکتول های خیلی قوی تر که تکنولوژی های متناسب با هم داشته باشن جهت استفاده و کاربرد. این بود موضوعات جلسه ما.
امیدوارم که موضوعات تعقیب بکنین و موفق و کامیاب و سربلند و باعزت باشید.